در برنامه امروز می‌خواهم درباره شب سخن بگویم. شب عبارت است از مدت زمان میان فرو رفتن خورشید و برآمدن آن، یعنی زمانی که خورشید زیر افق است. ولی با رفتن خورشید به زیر افق تاریکی کامل نیست، چون جو نور خورشید را پخش می‌کند و نمی‌گذارد تاریکی کامل باشد. فاصله زمانی میان فرو رفتن خورشید به زیر افق و تاریکی کامل را نیمتاب میگویند، در انگلیسی twilight، در فرانسه crepuscule. در اخترشناسی شب مدت زمانی است که در آن تاریکی کامل است. از این رو تعریف پرسونی دقیقی دارد. مدت زمانی است که خورشید میان 18 درجه و 90 درجه زیر افق قرار دارد. به سخنی دیگر، شب اخترشناختی مدت زمان میان شامگاه اخترشناختی و سپیده دم اخترشناختی است. شب در برابر روز است. اگر روز نباشد، شب نیست. شب و روز هزاران سال انسان را به شگفتی انداختند. از آنجا که نمی توانسته این پی در پیایی شب و روز را توضیح دهد، آنها را به نیروهای متافیزیک نسبت داده است. امروز می دانیم که شب و روز زاییده چرخش زمینند به گرد محورش. این چرخش آغازی نداشته و نیروی متافیزیک آن را نیافریده است. خورشید نزدیک به 5 میلیارد سال پیش از درون میغی اندرختری پدید آمده است. این میغ یا سحابی با رنبیدن به روی خود خورشید و سیاره ها را به وجود آورده است. چرخش زمین یادگار این پدید است. اگر نپاهنده فرضی بر فراز قطب شمال زمین بایستد، میبیند که زمین برعکس جهت حرکت عقربه های ساعت میچرخد. خورشید هم در همین سو به گرد محور خود میچرخد. همچنین سیاره ها در این سو به گرد خود میچرخند و به گرد خورشید میگردند، با چند استثناء که علت دارد. این چرخش ها و گردش ها همه یادگار پدیده فیزیکی هستند که در آن میغ اندرختری روی داده است. از آنجا که زمین به گرد محور خود میچرخد، آن بخش از زمین که رو به خورشید دارد پرتوهای خورشید را دریافت میکند، در آنجا روز است. آن بخش که پشت به خورشید دارد در درون سایه‌ای قرار گرفته که کره زمین جلوی نور خورشید پدید آورده، در آن بخش شب است. چرخش کره زمین این توهم را برای انسان به وجود آورده که این خورشید است که به گرد زمین حرکت میکند. با این حال انسان از دیرباز حد زده بود که ممکن است شب و روز از چرخش کره زمین باشند. نخستین کسی که این مینه ایده را پیش آورد اندیشمندی یونانی بود به نام فیلولاوس در سده 5 پیش از میلاد، ولی ارسطو گفته او را رد کرد و گفت با خرد سازگار نیست. بطلمیوس هم به پیروی از ارسطو این مینه را پس زد و گفت اگر زمین بچرخد بادها زمین را ویران خواهند کرد. کسی که مینه چرخش زمین را جدی گرفت اخترشناس هندی آریابهاتا بود در سده 5 میلادی. او حتی مثالی می آورد، می گوید همونطور که کسانی که سوار کشتی هن می بینند ساحل برعکس حرکت کشتی حرکت می کند، حرکت ظاهری ستارگان ثابت هم به سوی باختر غرب بر اثر چرخش زمین است و زمین باید از باختر به خاور بچرخد. اخترشناسان ایرانی و عرب هم درباره اینکه آیا آسمان است که میچرخد یا زمین نظرهای موافق و مخالف دادند. برخی از بطلمیوس پیروی میکردند و برخی از او انتقاد. مسئله این است که ثابت کردن چرخش زمین به طوری که در آن شکی نباشد کار آسانی نبود. کوپرنیک کشیش لهستانی در سال 1543 با آوردن این نظریه که خورشید مرکز است
و زمین به گرد آن می‌گردد، یکی از بزرگترین انقلاب‌های اندیشه‌ای تاریخ را سبب شد. او همچنین معتقد بود که زمین به گرد محورش می‌چرخد. گالیله دنباله این مینه را گرفت، ولی حتی او هم نمی‌توانست بر پایه نپاهش‌ها به روشنی ثابت کند که زمین می‌چرخد. نخستین دلیل محکم را فیزیکدان فرانسوی گاسپار کوریولیس در سال 1835 به دست آورد. در ارتش فرانسه توپچی‌ها می‌دیدند که وقتی گلوله را به هدف شلیک می‌کنند، گلوله به هدف نمی‌خورد، بلکه کمی منحرف می‌شود. کوریولیس پی برد که این پدیده به سبب چرخش کره زمین است. اگر در نیمکره شمالی به سوی شمال شلیک کنیم، گلوله به سوی خاور یا راست منحرف می شود. اگر به سوی جنوب شلیک کنیم، به سوی باختر منحرف می شود. ببینیم چگونه. از آنجا که زمین جامد است، هر نقطه آن با سرعتی به گرد محور زمین می گردد که به عرض جغرافیایی آن نقطه بستگی دارد. یک نقطه در روی استوا با سرعت 1670 کیلومتر در ساعت یا 465 متر در ثانیه حرکت می کند، حالان که نقطه ای از قطب شمال که روی محور زمین قرار دارد سرعتش صفر است، حرکت نمی کند. پس وقتی که گلوله در نیمکره شمالی به سوی شمال شلیک می شود، به سوی نقطه ای می رود که سرعتش کمتر است، ولی گلوله سرعت اولیه خود را حفظ می کند و در نتیجه کمی به سمت راست یا خاور می رود. اگر در نیمکره شمالی به سوی جنوب شلیک کنیم، گلوله کمی به سوی باختر می رود. در روی استوا گلوله‌ای که به سوی خاور یا باختر شلیک شود انحرافی ندارد. کسی که توانست برای نخستین بار چرخش زمین را با آزمایش نشان دهد، فیزیکدان فرانسوی لئون فوکو بود که در نپاهشگاه پاریس کار میکرد. حتما از آزمایش بسیار معروف آونگ فوکو اطلاع دارید. فوکو این آزمایش را نخست در 3 فوریه 1851 در نپاهشگاه پاریس انجام داد و یک ماه بعد آن را در پانتئون به نمایش همگان گذاشت. در یکی از برنامه‌های پیشین در این باره سخن گفتم. علاقه‌مندان می‌توانند به ویدئوی آن بازگردند. از دیدگاه فرهنگی شب با برداشت‌ها و احساس‌های روانی خاصی درآمیخته است. چون تاریک است باعث ترس می شود، زیرا دزد و تبهکار و جانور وحشی و خطرهای ممکن دیگر می توانند در تاریکی شب کمین کرده باشند. باید توجه داشت که انسان هزاران سال تا پیش از اختراع برق توانایی بسیار کمی در روشن کردن شب داشته است. در فولکلور خرافی اروپا شب مترادف جادو و جادوگری بوده است، زیرا میپنداشتند که جادوگران شب قدرت بیشتری دارند. همچنین شب عرصه جولان وامپیر هاست، یعنی مردگانی که شب برمیخیزند تا خون خواب رفتگان را بمیکند. جلسه های خرافاتی احضار روح را هم در نزدیکی نیمه شب برپا میکردند یا باز هم در صدی 21 برپا میکنند. همچنین پرهیب ها یعنی شبه ها همیشه شب فعالیت می کنند، شب کارند، یعنی شیفت کارشان شب است. در شعر کلاسیک فارسی شب با بیم و فراق و هجران همراه شده است. حافظ: شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هاگل، کجا دانند حال ما سبکباران ساحل ها. سعدی: تو خود شب جدایی، چه شبی بدین درازی، بگذر که جان سعدی بگداخت از نهیبت. باز هم سعدی: شب فراق که داند که تا سحر چند است. خاقانی: حال شبهای هجر خاقانی، چون بخواهی از این و آن بشنو. باز هم سعدی: به چند حیله شبی در فراق روز کنم، مگر نبینمت آن روز هم به شب ماند. تاریکی مترادف ندیدن است که ندانستن، نفهمیدن یا اشتباه را به همراه دارد. به همین سبب است که شب گربه سمور می نماید یا شب پنبه‌دانه در می نماید.
شب آبستن است تا چه زاید سحر. ناصر خسرو. و از غم او تنگ مکن نیز دل، صبر همی کن که شب آبستن است. اما درباره ریشه واژه شب، شب از فارسی میانی شب یا شب میآید، از فارسی باستان خشب، اوستایی خشپن یا خشفن، هم ریشه با سانسکریت کسب. در انگلیسی نایت با شب فارسی هیچ پیوند ریشه‌ای ندارد، هم ریشه است با نخت در آلمانی و هلندی. این واژه های ژرمانیک هم ریشند با یونانی نوکس به معنای شب، در لاتین نوکس. از این واژه لاتین واژه های فرانسه نوی، اسپانیایی نوچه و ایتالیایی نوت گرفته شدند. در اوستایی واژه دیگری داریم برای شب که با این واژه های اروپایی هم ریشه است. این واژه اوستایی نختر است. جالب است که این واژه اوستایی در کردی سورانی باز مانده، نوتک به معنای ظلمت، تاریکی. در فارسی ده ها واژه با شب ساخته شدند که توانایی شگفت‌انگیز فارسی را در واژه‌سازی نشان می‌دهند. شماری از این واژه ها که کسره اضافت ندارند و در فرهنگ خدا دیده می‌شوند اینها هستند: شباوا، شباهنگ، شبانه، شبانروز، شبنم، شباویز، شبافروز، شبانگیز، شبپره، شببو، شببیدار، شبپرست، شبپیما، شبپوش، شبتاب، شبتاز، شبچراغ، شبچره، شبخواب، شبخیز، شبخان، شبدزد، شبدیگ، شبزندهدار، شبشناس، شبدیز، شبفروز، شبکار، شبکلاه، شبکور، شبگرد، شبمانده، شبناله، شبنشین، شبنما، شبنورد، شبهنگام. این گفتار را با یک اشاره زبانی که دیگر به پایان میرسانم. در فارسی رسمی واژه روزگار را داریم که از روز و پسفند گار ساخته شده است، ولی شبگار از شب و پسفند گار نداریم. بد نیست بدانید که شبگار یا شوگار در لوری وجود دارد به معنای سراسر شب یا شب، و این دلیل دیگری است که فارسی میتواند و باید برای توانمندتر کردن خود از زبانها و گویشهای دیگر ایرانی بهره بگیرد.